به نام خدا. سلام، با بخش خبری اتباع همراه باشید. شورای علمای شیعه افغانستان در بیانیه‌ای تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک ایران را محکوم کرد. این شورا اقدام تجاوزکارانه و تنش‌آفرین رژیم صهیونیستی را نقض حاکمیت ملی ایران دانست و تأکید کرد. این گونه حملات ماجراجویانه زمین ساز افزایش تنش در منطقه و تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی است. سفارت افغانستان برای صدور گذرنامه دانشجویی اطلاعیه صادر کرد. در این اطلاعیه آمده همه دانشجویانی که سند رفت و برگشت ویژه دانشجویان را از این سفارت دریافت کرده اند، بعد از اخذ تذکره الکترونیکی و بازگشت از افغانستان می توانند برای اخذ گذرنامه الکترونیکی به این سفارت مراجعه کنند. لازم به ذکر است بنابر هماهنگی‌های انجام شده، سفارت افغانستان در تلاش است که برای این دانشجویان در کوتاه‌ترین زمان ممکن گذرنامه صادر شود. سومین نمایشگاه توسعه پایدار با ترویج کشاورزی و دامداری در کابل برگزار شد. کشاورزان و دامداران در این نمایشگاه انواع محصولات تولیدی خود را در معرض دید عموم گذاشتند. نمایشگاه محصولات کشاورزی و دامداری با نمایش گذاشتن محصولات عرق ریزی دهقان و مالدارا هست. در این نمایشگاه انواع مختلف محصولات کشاورزی در بیش از 200 غرفه به نمایش گذاشته شد. ما زیاد خوش هستیم به خاطر اینکه هم میتونیم سطح کشور ما، سطح ولایت ما را بالا ببریم، زیادتر سالم را دیگه به خاطر خود ما هم خوب است. یعنی خواستیم هایی است که میتونیم نمایشگاه های بیرونی از کشور هم دایل کنن که ما بتونیم محصولات خود را در بازار عرضه کنیم. این سال هست که انگور بسیار به قیمت پایین شد. هر سال ما 400 و 500 افغانی 4 کیلو خریداری میکردیم، این سال 4 کیلو برسید 250 افغانی. با گفته سرپرست وزارت کشاورزی طالبان، برداشت محصولات امسال 65% بیشتر از نیازهای مردم تولید شده. شاید از روی تخمین که حساب بکنیم همین 100% محصولات ما یگان 25-30% که پایه کننده افغانستان باشد، 60-65% اضافه هست از ملت مردم افغانستان. برای این می بایست که تجارای گرامی که امروز مجاهد اقتصادی ما در بین جامعه ما هستند، اینا دست به کار شوند. وزیر صنعت و تجارت طالبان نیز بر پشتیبانی از تولیدات کشاورزی و بازاریابی به این محصولات در داخل و بیرون از افغانستان تاکید کرد. وزارت صنعت و تجارت با توجه به مشترکات کاری که با وزارت محترم زراعت دارند، جهت حمایت و رشد محصولات زراعتی و رفع موانع صادراتی محصولات زراعتی اقدامات زیل را در نظر گرفته و در نظر دارد. بازاریابی برای محصولات زراعتی از طریق برگزاری نمایش های ملی و بین المللی. این سومین نمایشگاه محصولات کشاورزی و دامداری بود که در کابل برگزار شد. عبدالوحید احدی، خبرگزاری صدا و سیما. مشکلات برگشت ارز گریبانگیر صادرکنندگان ایرانی. رئیس اتاق مشترک بازرگانی افغانستان و ایران با بیان این مطلب که صادرکنندگان ایران با چالش برگشت ارز مواجه هستند گفت در صورتی که این موضوع برطرف نشود، امکان توسعه مراودات تجاری افزایش نمی‌یابد. به گفته میراجان سلیمان خیل، افغانستان و ایران از تبدیل شدن بندر چابهار به گلوگاه ترانزیتی مشترک دو کشور استقبال می‌کند. فرماندار شهرستان تایباد از تردد سالانه بیش از 1 میلیون مسافر از مرز دوغارون خبر داد و گفت گذرگاه زمینی دوغارون یکی از مهمترین معبرهای ورودی اتباع افغانستانی به ایران می‌باشد که نشانگر امنیت 100% مرزهای شرقی کشور است. آقای شیردل در ادامه بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های لازم برای رشد و آبادانی این منطقه مرزی تاکید کرد. شهرستان 140 هزار نفری تایباد در 225 کیلومتری جنوب شرقی مشهد واقع است. رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی استان یزد از مهر و موم 16 واحد صنفی به علت بکارگیری اتباع خارجی خبر داد. تبایی گفت ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی به هنگام بازدید از واحدهای صنفی در سطح شهر
16 واحد صنفی متخلف را به علت نداشتن پروانه کسب و به کارگیری اتباع خارجی محروموم کردند. به گفته رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی استان یزد، برابر ماده 181 قانون کار، کارفرمایانی که اتباع فاقد پروانه یا با پروانه کار منقضی شده را به کار بگیرند یا اتباع خارجی را که غیر از آنچه در پروانه کار آنها قید شده بپذیرند، خاطی هستند و به حبس 91 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد. صعود کریکت افغانستان به فینال جام جوانان. تیم ملی کریکت الف افغانستان در نیمه نهایی مسابقات جام کریکت آسیا مقابل هند به پیروزی رسید و برای نخستین بار به فینال این رقابت‌ها صعود کرد. بازی نهایی میان تیم‌های ملی کریکت الف افغانستان و سریلانکا روز یکشنبه 6 آبان در عمان برگزار می‌شود. این نخستین بار است که تیم ملی کریکت افغانستان شانس به دست آوردن جام قهرمانی را دارد. و روایت زندگی یک بانوی مجاهد افغانستانی در کتاب روزهای نزدیک. خانم یاسمین حسنات همسر یکی از فرماندهان مقاومت اسلامی افغانستان است که زندگی او را خانم حسینی نویسنده افغانستانی روایت کرده. روزهای نزدیک، خاطرات بانوی از قندهار. اولین زندانی سیاسی زن در افغانستان بود در زمان شوروی، که این کتاب خاطرات جسته گریخته ای بود که آقای زنده‌یاد رجایی به من دادن که این کتاب رو کار بکنم. سوژه رو به معرفی کردن و خب خیلی سوژه جذابی بود برای من. این کتاب روایت حوادث زندگی زنی است که در اساس عقاید و باورهای خود مانند سایر زنان افغانستانی نخواسته لحظه ای از زندگی خود را به بی‌اعتنایی، اتلاف و به بیهودگی بگذراند. اولین خانومی بود که می‌دیدم از اون دوره‌ای که حالا به دنیا اومده تا 18 سالگی که بعد زندان افتاده، یک دوره‌ای از اون دوره در واقع سالهای کمونیستی جنگ شوروی اینها رو داره روایت میکنه برای ما. خانم یاسمین حسنات از بانوان مبارز و فعال افغانستان در سال 1364 توسط دولت کمونیستی بازداشت و زندانی شده. جرم او همکاری با مجاهدین بود که علیه تجاوز شوروی دست به قیام زده بود. یاسمین حسنات هستم، متولد شهر قندهار افغانستان. همسرم یکی از فرماندهان جهادی مشهور همون ولایت بود که مدت مدید در جبهه و جهاد بود. اونجا یک چهار اطراف پایگاه 40-50 خانواده از مجاهدین دیگه هم بودن. مرحوم محمد سرور رجایی، شاعر و نویسنده افغانستانی، محقق کتاب روزهای نزدیک، که این کتاب یکی دیگر از تلاش‌های فرهنگی او برای معرفی جامعه مهاجر و شناساندن مشترکات دو کشور است. همه این سالا اون چیزی که من دیدم، یه آدم باسواد دیدم که مسئله معرفی تاریخ و فرهنگ و ملت افغانستان به مردم ایران داره و مسئله معرفی بخش‌های مهم و مؤثر جامعه فرهنگی ایران به افغانستان داره. در ده‌ها موضوعشون کار کرد. مهمترین ویژگیش این انگیزه و شور شگفتش برای کار فرهنگی بود و احساس تعهدش نسبت به مشترکات فراوان هویتی ما با هم. مشغول کارهایم بودم که ناگهان در محوطه باز شد و خانواده‌ام سراسیمه وارد حیاط شدند و من را در آغوش گرفتند. ملاقات کوتاه 20 دقیقه‌ای صورت گرفت. تینا محمد حسین این کتاب را در 168 صفحه بازنویسی و روانه بازار نشر کرده است. خدیجه پرورش، خبرگزاری صدا و سیما. شب بخیر و خداحافظ.